هی دو، فهمیدی؟ بابات نمیدونم به مهرو چی گفته که مهرو راضی شده. مامان از اولم گفتم مهرو به بابا نه نمیگه. آره خدا رو شکر، به حرف من که گوش نمیده، حداقل به حرف بابات که گوش داد. خوشحالی نره؟ آره. مهرو دخترم، بله مامان جون، برم. مهرو، مامان دانیال زنگ زده بود، میگفتش که دانیال میاد دنباله تا بریم خریداتونو بکنی. برای عصر حاضر باش دخترم. این بهترین فرصته که با دانیال حرف بزنم. بهش میگم که قبولش ندارم، بعد اون منصرف میشه. اینجوری منم میتونم از این مخمصه نجات پیدا کنم. تو چه خیالی غرق شدی؟ من؟ چیزی نیست. حرفایی که زدم شنیدی یا نه؟ آره شنیدم. خدا رو شکر که راضی شد. فکر کردم قبول نمی کنه. راستی دعا؟ بله مامان. ازت میخوام که تو هم با مهرو پاشی بری. مامان من چرا باهاشون برم؟ راستش دخترم، من میترسم به دانیال حرف نادرستی بزنه و بچه بازی در بیاره، اون پسررم ناراحت کنه. مامان شاید دانیال از این که من باهاشون برم ناراحت بشه. نه مامان، رفتن من درست نیست. دخترم این چه حرفیه که میزنی؟ اون چرا باید ناراحت بشه؟ هنوز اونقدر روشن فکر نشدیم که دخترمونو با نامزدش تنها بفرستیم. من میگم باهاشون برو دخترم. اما مامان به حرف من گوش نمیدی؟ باشه رو چشمم میره. سلام. تو چرا با همون میای؟ مهرو شما چتون شده؟ دعا ناراحت میشه، شما لطفا بشینین تو ماشین. اما آخه اما ببینین دعا رو مادر فرستاده. خوبه دیگه، تو انتخاب کردن کمکت میکنه و با هم خرید میکنین و اونم نظرات خیلی خوبی میده. نه خیر، دعا و انتخاب؟ به لباساش نگاه کن، میتونی بگی سلیقه خوبی داره؟ من برای خرید وسایلم به نظر کسی نیاز ندارم، مخصوصا نظر دعا که اصلا. فکر کنم بهتره من برگردم. برم بهتره، شما برین، من با مامان حرف میزنم. نه نه خیر دعا، ایشون به کمکتون نیاز نداره، ولی به من که تو خریدا میتونین کمک کنین. شما بیاین با همون کنار من میمونین. بله ببخشید، منظورم اینه که تو خریدا به هم کمک میکنه. لطفاً بیاین به همون، بشینین تو ماشین. نمیخوای حرکت کنی؟